السلام علیکم بینندگان گرامی، این یک بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظور شما میگردد. در سودی با شما جهانگیر صابر. پرزیدنت ریاستی ازبکستان شوکت میرزیویف هیئت بانک جهانی را با سرپرستی نایب پرزیدنت آنا برده که در مملکت ما با تشریف کاری قرار دارد قبول کرد. جنبه های عملی رشد شریکی استراتژی ازبکستان با این اینستیتوت بین الخلقی با نفوذ مالیوی و اینچنین وسعت دادن همکاری در پیش بردن برنامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مهم در مملکت ما محاکمه گردیدند. در آغاز ملاقات رهبر دولت آنا برده و هیئت بانک جهانی را با 30 سالگی همکاری با ثمر صمیمانه تبریک نمود. سرعت بلند و نتیجه بخشی شریکی در سالهای آخر مخصوص تاکید گردید. جزء بند لایحه های مشترک در این دوره قریب 4 برابر افزوده از 8 میلیارد دلار زیاد گردید. تنها در طول سال گذشته بنابر نقشه راه بانک جهانی تامین مالیوی 6 لایحه برتریناک را به قیمت 1 میلیارد دلار در ساحه های خواجگی، قشلاق، انرژیتیکا، اکولوژی، بخش مالیوی و دیگر سمت ها دستگیری نمود. تحت دستگیری فعالانه بانک حال حاضر در ازبکستان با سازی های مجموعی در ساحه های اگراری، انرژیتیکی و نقلیات با موفقیت تطبیق می گردد. بانک جهانی برنامه مملکت را تا سال 2026 قبول کرد که آن با استراتژی رشد ازبکستان نو مطابق گردانده شده است. نایب پرزیدنت آنا برده پیشرفت اصلاحات را در مملکتمان عالی ارزیابی نمود و مائلی بانک را برای منبد وسعت دادن شریکی دامن فراخ ثابت نمود. آمادگی به منبد وسعت دادن دستگیری اکسپرتی و مالیوی برای تیزاندن بازسازی در سمت‌های کلیدی مثل بهسازی درجه حیات در دهات، خصوصی گردانی کارخانه‌های دولتی، ترانسفورماسیون خواجگی قشلاق، بلندبرداشتن ثمره بخشی انرژتیکی اقتصادیات، تکامل تعلیم و تندرستی، محیط کار و سرمایه‌گذاری تاکید گردید. به مسئله‌های همکاری در تطبیق لایحه‌های منطقوی استراتژی که برای تامین ثبات‌ناکی و رشد استوار در آسیای مرکزی نگرانده شده است اعتبار علاهیده نگرانده شد. در آخر ملاقات در بابت قبول نمودن نقشه راه تجدید یافته در زمینه وسعت دادن شریکی ازبکستان و بانک جهانی از روی سمت‌های کلیدی عهد و پیمان به وجود آمد. از خود کردن زمین های بیکار خوابیده در ناحیه سوخ حالا در اج بوده در قسم بالایی موضع جوپیه که در قله بلند کوه جایگیر است توسط تکنیک های از ولایت جلب کرده شده کارهای آماده ساختن زمین برای تشکیل پلانتاسی انار دوام دارد. در ناحیه سوخ از جانب حاکمیت ولایت فرغانه جهت براهماندن کارهای آبیاری در زمین های بیکار خوابیده و جاری نمودن تکنولوژی صرفه آب با کار تامین نمودن اهالی با راه تقسیم زمین های نوکارم کارهای نظررس انجام داده می شوند. زیرا در ناحیه سوخ زمین های بیکار خوابیده بسیار بوده. در اساس سپارش حاکم ولایت فرغانه خیرالله بازارف امروز ها از خود کردن زمین های بیکار خوابیده در حدود مسیو جوپیه در اوج می باشد و در حدود مسیو جوپیه کوه موجود بوده. در قله بلند کوه زیاده از 600 گکتر زمین بیکار خوابیده وجود دارد و در این حال اینجا را از خود کرده ایستادن. تکنیک های ضروری از مرکز ولایت فرغانه جلب کرده شده است و طبق معلومات متخصصان در اینجا پلانتاسی انار تشکیل کرده می شود، زیرا اقلیم و شرایط و همخاک این حدود با پرورش انار خیلی موافقت میکند. قسم پایانی مسیو جوپیه سال گذشته به اهالی تقسیم کرده شده، در آنجا گرمخانه های زمانوی ساخته شدند. قریب 600 گکتر زمین چراگاه که در قسم بالای این مسیو واقع است امروز از خود کرده شده به آنجا از دریای سوخ آب کشیده می شود. در قسم بالایی مسیو جوپیه که از صحراهای وسیع عبارت است با تکنیک های حاضر زمان که حاکمیت ولایت برای از خودکنی زمین های نو جلب کرده است، کارهای بکش تیار کردن زمین با صورت تیز دوام دارد. ولایتimiz hokimi Hayloxit bosh topshiriqlari bilan biz mana So'x tumani Jalfayev massiviga texnikalarni olib kelganmiz yer o'zlashtirish uchun. Mana hozir shu yerda 6 ta texnikamiz ishlayapti. 230 gektar yerni haydab anorzorga tayyorlab berish vazifamiz. Mana xudo xolasa shu bugunga ishlarimizni 60% bo'ldi. Yana xudo xolasa mana bu taraflar turibdi. O 40% bir hafta ichida shularni tayyorlab ekishga hamma o'zini shoy qilib berishga biz va'da berib kelganmiz viloyat hokimimizga. Har kungi shtab yig'ilishlari, tuman hokimi, tumanlik qishloq xo'jalik bo'limlari hammasi shu yerda.
وقتی که عالمان اینستیتوت رسولکوی تدقیقات علمی سبزوات زراعت های میوگی و کارتوشکا با راهبری دیکتور این مؤسسه تعلیمی به مسیف جفبه نوحی سفر کرده کارهای تحلیلی گزرانیدن، شرایط خاک و اقلیم این موضع برای پروریش انار موافق دانسته شد و با مقصد کشت دیگر زراعت های میوه و سبزوات نمونه های خاک جفبه برای تحلیل لابراتوری گرفته شدند. Biz nimişə sazad poz kartoşkaçı limitatı institutumuzun başçılığıda həm də Avropa İttifaqının xalqara kömək layihəsi dairəsində anorzorlar təşkil qılış mülcəlləgənmizə bir vaxtın özüdə bu yerdə anor bağları təşkil qılınadı həm də şu anor bağlarının içində kartoşkaçı yuliya qoyuladı. Bunda o şu ən ilğor texnologiyalardan tomçılatıb yonğurlatış üsullardan faydalanğan halda umman şu maydonlarda özləşdirilməğan maydonlarda ilimni kirtish qorqalı محصولات یتشترش نیولی خواهی مخشی بز کارهای از خودکنی زمین از جانبی نمایندگان شتبی از خودکنی زمین های در خواجگی قشلاق استفاده نشده پورا به نظارت گرفته شده است. خرسندی آور است که اداره و تشکیلات های رسپولیکوی نیز عالمان دانشکده ها در بابت از خودکنی زمین های مسیف جفپایه و در اینجا تشکیل نمودن کپیراتیو خواجگی قشلاق کار برده استادند. در جمعی شهروندان محله آفتابرو استقامت کنندگان دهه از جانب شفاکاران اتحادیه تندرستی ناحیه سوخ به پل از نظارت طبی گذرانیده شدند. مقصد اساسی به اهالی خدمت صفتناک طبی رسانیدن و شخصانی در دفترهای مخصوص ثبت گردیده را به پل از نظارت طبی گذرانیدن می باشد. تحت رهبری سروری دولت در سالهای آخر در سمت تامین اهالی با خدمت رسانی با صفت و بلند اختصاص ترغیب طرز حیات سالم کارهای نظررس به سامان رسانیده شدند. البته به ساحه طب توجه زیاد ظاهر کرده می شود و تشبث های عالی جنابی که در ازبکستان نو به پایه کاملا نو برآوردن ساحه طب به عمل برآورده می شوند در ناحیه های دوردست کشور ما نیز افاده عملی خود را یافته ایستادند، خصوصا کارهای از نظارت طبی گذرانیدن اهالی که در ناحیه سوخ منتظم تشکیل کرده می شوند برای خدمت رسانی با صفت طبی به اهالی معین کردن و تبابت نمودن بیماری های موجوده اهمیت کلان دارد. چنین چاره‌بینی سودمند در جمعی شهروندان محله آفتابرو در نکته شفاکاری اویلوی دهه با تشبث پرکراتور ناحیه سوخ گزرانیده شد. آفتابرو اویلوی شفاکار پونکت ده سوخ تومن تبایت برلشمهسه سوخ تومن پرکراتورسن برگلیک ده چخورلشترلگن تیبی کورگ اتکازمناخ ده بویرده رایون مرکزی پایتخت دان و شفاخانه‌ستان کلیان متخصص‌تر تماماً دان. افتبرو محل فقرا یعنی داغ استخوانات کوچه حاله چخورلاشتن تیپیکرد اوت کازلدا. یکی که کلند ازی آپاراتلار آب کلند و دار دارمانلار حاله گه کسایلر اکراب ترکاتلدا. فقرالار کلپ تیپیکرد اوت کوزاتلیات کن تیپی خدمت دان. ممنون بود که چی یابد. خاله ورسا، بو من اب کورپترگانلار اینجیز بو آویلای و شفاکار پنکت. آتشیگانه یک کای بوده یعنی همه جهازلار، خانه‌لار، زمانای و یارو خانه‌لار داشت لیابد مس، خلق خدمت کلی یابد مس. بیار داشت لیات کن تبی خادم‌لار نیام یعنی جای داشت لیات کن لیکن کیفیت لار چه؟ نتیجه دا خلق خدمت هم شنگیش یخش بولی یابد. اخالیم مس بودن خورسام بولی یابد. محله آفتابرو در حدودی سکتوری پرکرور جایگیر شده سال 2021 به حدودی وزین داخل شده است، خصوصا در موضع تاشخوره محله مسئله های اجتماعی خیلی بسیار بوده، خوشبختانه در اساس برنامه های دولتی تدریجا حل خود را مییابند. در دوام دو سال آخر در موضع تاشخوره مکتبی زمانوی به عوض زیاده از 12 میلیارد سوم مبلغ بودجه دولتی و به غیر از این نقطه طبی زمانوی نیز ساخته شده مورد استفاده قرار گرفتند. از تشکیل نمودن قبول شفاکاران در نقطه طبی اهالی خیلی شاد گشتند. سردهای دور از مرکز ناحیه دکتر از نظارت طبی گذرانده استادیان رحمت بین ها واقعا با تشبث سروری دولت در ناحیه سوخ در تمام بخش ها افزایش مشاهده می شود. برای رواج دادن توریسم طبیات نیز اعتبار علاهده داده می شود، زیرا برای تبابت به ناحیه سوخ از کشورهای همسایه شهروندان خیلی زیاد می آیند. از این لحاظ رشد سیاحی طبی همچون نقطه نوین نشئونمای سوخ در اساس امکانات و طلبات موجوده مسئله مهمترین به شمار می رود. وادی زرخیز فرغانه با برابر ملک شاعرخیز بودن وطن هنرمندان مشهور می باشد. آوازه هنرمندان این وادی زرخیز از ازل تا چین و ماچین رفته دقت آنها را به خود جلب کرده آمده است. موضوع را در مثال هنرمندان راشدان کهن و همیشه نوجوان دوام می دهیم.
ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان از ازل دیار هنرمندان و ایجادکاران بوده، خوشبختانه تا به امروز این انانه های نیک در این سرزمین کهن ادامه دارد. تا امروز در ولایت تعداد هنرمندان به قید گرفته شده بیش از 7000 نفر را تشکیل می دهد. از اینجاست که در فرغانه آدمانی که از امتیازهای فراهم آورده شده خیلی شاد گردیدند اکثریت را تشکیل می دهد. قابل ذکر است که مرکزهای هنری که در منطقه های ولایت به فعالیت شروع کردند، نه تنها ادامه محصولات ملی و تجارت ملی را تامین میکنند، بلکه در آسان نمودن مشکل شغل اهالی نیز عامل مهم میگردند. گذشته از این، در جلب جوانان با آموختن کسب و هنر نیز نقش مهم دارد. از امتیازها ثمرناک استفاده برده امروز هنرمندان ولایت فرغانه فعالیت خود را باز هم وسیع نموده استادند. این کار ما هم مکتب خان سر شده گی، مکتب خان شده گی مانده شاگرد فدانده گی انچه سال شد، حاضر با خدا ما آیلوی سرکره گی ما یک خب شد، میانند سال با سرکرم حاضر دو کام کته همین کار را کس شدیم با کارگر و شاگرد های کار میکنن، کار وحبا ما یاد دو شدیم، کار کس شدیم. این هنرمند جوان محصولات استحصال کرده خود را به کشورهای خارجی و همسایه از جمله روسیه، قزاقستان، قرغیزستان و حتی جمهوری برادری تاجیکستان اکسپورت میکند. محصولات این کلالگر جوان طرف بازار جهان را ضبط کرده ایستاده است. امروز ناحیه رشتان به مرکز سیاحان خارجی تبدیل یافته است، زیرا ناحیه رشتان که یک قسم اهالیش تاجیکان میباشند در مملکت های خارجی نیز با هنرمندان خود معلوم و مشهور است. سیاحی که به ناحیه رشتان میآید پیش از همه از مرکز هنرمندان دیدن میکند. کلالگری نیز یکی از نمودهای هنر بوده، منبع زندگی اساسی رشتانیان به شمار می رود. درآمد ما 200 میلیون اطرافشانده سال اشبه، همین خیلی سال دار. به کدام دولت ها اکسپورت میکنه؟ اکسپورت قزاقستان، روسیه ها و برافسوس، با دیگه دولت ها نصب کند گسیل میکنم. یعنی سال از سال اومن شماره خریداران زیاد شده استوده است و با برابر این درآمد هم زیاد شده استفاده است. همین تر؟ همین خیل. کلینت ما کار ما بسفت شده با اکسپرت به خشو طلب بسیار ساز، حرکت اکسپرت ساز آزده. اقتدار صادرات در ولایت فرغانه خیلی بالا رفته است که در این موفقیت سهم هنرمندان ناحیه رشتان نیز برجسته می باشد. از همه مهمش، امروز در ازبکستان هنرمندان قطعی نظر از منسوبیت ملی، دینی و برآمد اجتماعی از هر جهت دستگیری می یابند و برایشان امکانیت های وسیع فراهم آورده شده است. هنرمندان تاجیک ازبکستانی نیز از غمخواری های دولت خیلی ممنون می باشند. کارهای دادن امتیاز و امکانیت ها برای هنرمندانی که میراث طلایی مردم ما را دوام داده و قدر میکنند در ازبکستان که خانه عمومی زیاده از 130 ملت می باشد، خوشبختانه همان دوام دارد. جهانگیر صابیرف، فریدون پرپیف از نوحی رشتان ولایت فرغانه مخصوص برای شبکه 7 ستاره. بینندگان گرامی، بخش خبری پیام روز را صحیفه خبرهای ازبکستان دوام می دهد. بنابر دعوت جانب ونگریه، پرزیدنت رسپولیکی ازبکستان شوکت میرزیایف امروز یعنی روز 3 اکتبر با سفر رسمی به ونگریه رفت. مطابق برنامه بودوباش در شهر بوداپشت ملاقات با پرزیدنت ونگریه کاتالینا نوواک و گفتشونید با سروزیر ویکتور اوربان در نظر است. مسئله های مبرم رشد منبعی، مناسبت های شریکی استراتژی و گسترش همکاری های گوناگون جنبه در سمت های افضلیتناک بررسی خواهند شد. علاوه بر این، دایر به روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل افکار صورت میگیرد. سروری دولتی ما اینچنین با نمایندگان شرکت های با نفوذ ونگریه ملاقات خواهد کرد. خادمی کارهای داخلی در کوچه مکتب با سرعت بلند حرکت کرد و باعث خف بچه ها شد. چه خیلی که شاهد آن میگرده، در نوار عکس خادمی کارهای داخلی در شبکه های اجتماعی پهن گردید که با ماشین رسومی نکسیا سه با سرعت بلند در کوچه مکتب حرکت میکند. بر ضمن این، اشاره دیرکتور مکتب را دیده از ماشین پایین شده به سوی او دوغ و پوپیسه میکند. معلوم میگردد که حالت در نزد یکی از مکتب های ناحیه تایلوق روی داده است. حالت مذکور زیر نظارت گرفته شده است. در پایتخت کامیره نوی ثبت قاعده ویران کنی را امتحان کرده استادند. در شهری تاشکند کامیره نوی ثبت قاعده ویران کنی حرکت راه را از امتحان میگذرانند. نقشه است که کامیره های مذکور اساسا سرعت بلند ماشین، استفاده تلفن موبایلی هنگام حرکت، عبور کردن دیوارهای راه، استفاده نکردن کمربند احتیاطی و غیره را به قید گیرد.
در مجمع ورزشی افراسیاب ارینه سمرقند چمپیونت 17 جهان بین مردان و 8 چمپیونت جهان آید به ورزش آتش فشانی بین زنان از روز 1 اکتبر آغاز شد. در چمپیونت زنان جماعه های رسپوبلیکا های ازبکستان، قزاقستان، روسیه، بلاروسیه و ترکیه برای گرفتن عنوان چمپیونی مبارزه میبرند. در مسابقات قهرمانی جهان میان مردان دسته های 11 کشور، ازبکستان، تاجیکستان، مغولستان، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، چین، ترکیه، ایران، بلاروس و قرغیزستان شرکت دارند. مسابقه از آزمون زنان برای اشغال کردن آشیانه دوم بینای چهارآشیانه با نردبان آغاز شد. کمانده های مردانه برای اشغال کردن آشیانه چهارم بینای چهارآشیانه مبارزه بردند. در چمپیونت زیاده از 200 نفر ورزشکار اشتراک دارند. مسابقه های چمپیونی که در همکاری با فدراسیون بین المللی آتش نشانان و نجات دهندگان برگزار می شوند تا 5 اکتبر ادامه خواهد کرد. عزیزان، به دقت اهالی ناحیه سوخ یک اعلام می رسانیم. پگاه ساعت 10:00 در مرکز مدنیت ناحیه سوخ سرور صدارت تعلیم خلق ولایت اهالی را، نمایندگان ساحه تعلیم و کارمندان مکتب های ناحیه سوخ را قبول میکند. میتوانید شما با آنجا آمده معماهای خود را آشکارا گفته برای حل آن سعی و حرکت کنید. بینندگان عزیز، در دوام این لحظه ها ما سعی و حرکت کردیم. به شما تنها خبرهای مهمترین را رسانیم و در همین جا و بخش خبری پیام روز تلویزیون سوخ حسن انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید.